آقای عزیز، شما خودت در ایران فعالیت داشتید. بعد از 40 سال به کارگیری نیروهای حکومتی در عرصه فرهنگ و هنر و ممنوعیت و فیلترینگ و گزینش کردن و غیره و غیره، الان وزیر ارشاد از استخدام 400 تا حزب اللهی حرف میزنه. آیا این حرف فرار به روی جلو هست یا واقعا قصد بازگشت به روش‌های اول انقلاب و بازم پاکسازی دارن؟ نه، همون فرار به جلوه. در واقع وقتی که یک حکومت دیکتاتوری مستعصل میشه و نمیدونه که چه کار کنه، چون یه اون به اصطلاح ابهتی که قبلا داشت دیگه نداره و دیگه کسی ازش نمیترسه، مجبوره خشنتر و خشنتر و خشنتر برخورد کنه. وگرنه این دوستان هنرمندی که الان زیر ضرب قرار گرفتن و دارن این همه توهین میشن، اینا که سالها بالاخره تن داده بودن به حجاب اجباری بدون هیچ به اصطلاح زور و فشار خاصی. حالا زور و فشار که بوده همیشه، ولی منظورم اینه که این لایحه بگذرونن و این چیزا نبوده. بالاخره میشده با یه گفتمانی اینا رو راست و ریسش کنن. ولی به نظر من از وقتی که طالبان برگشت به قدرت در افغانستان، اینا متوجه شدن که خیلی لزومی ندارن که به اصلاح طلب‌ها و به درست کردن ویترین و خودشون رو درست تزیین کنن و به دنیا ارائه بدن. اتفاقا اگر که هرچقدر خشن بتونن سرکوب کنن، صدای کسی در نیاد، براشون کافیه. ولی اشتباه بزرگی که اینا میکنن اینه که کار از این کارا گذشته و ایران امروز افغانستان نیست. هرچند که جنبش‌های مردمی در افغانستان هم خیلی پیشروان و دارن، حتی طالبان هم دارن پس میزنن، ولی در ایران اصولا جامعه خیلی جلوتر از این حرف هاست که بشه با 400 تا حزب اللهی که حالا به قول شما خودتون هم فرمودید، دیدیم یکیشون در گیلان چجوری از آب در اومد و خیلی های دیگه. شما در دوران احمدی نژاد اینا قصد داشتن این کارا رو بکنن و شکست خوردن. تازه خود احمدی نژاد کجا عزیزی. و ببخشید من قطعتون میکنم. شما اشاره کردین اتفاقا به قضیه این که دولت داره اشتباه میکنه اگر همین هدف رو دنبال میکنه. اتفاقا سوال من همین هست. حالا فرض بذاریم که اینها برگردن به ارزش‌های اول انقلابشون، آیا واقعا جامعه امروز میپذیره این اتفاق رو؟ بله، همین رو داشتم عرض میکردم خدمتتون. نه اصلا موسه که اصلا به خاطر اینی که اول انقلاب ببینید یک در واقع مقبولیتی داشت جمهوری اسلامی و مردم امیدوار بودن که بتونن در تحت این شعارهایی که شنیده بودن مثل عدل و قسط و فلان و اینجور چیزا یه زندگی بهتری داشته باشن. ولی رفته رفته معلوم شد که نه تنها زندگی بهتری نخواهند داشت، بلکه تحت یک دیکتاتوری خیلی بدی که تا وقتی که شما از خودشون نباشی تا تو رخت خواب سرک میکشن. وقتی از خودتون خودشون باشی، وقتی که از رخت خوابتونم یک اسنادی بیاد بیرون، اینا لاپوشینی میکنن و میگن کسی که منتشر کننده است باید مجازات بشه. بله، منتشر کننده. ببین شما سر جریان آقای توسی، واقعا من اون موقع ایران بودم، تازه از زندان آزاد شده بودم، واقعا جبی به وجود آورده بود شده بود که من گفتم لااقل اینو قربانیش میکنن. دیدیم که نه، تازه اتفاقی نیفتاد. عزت و احترام هم براش گذاشتن.